سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون دلش بیدار، سینش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه جهانی هستید. فرامرز فروزنده هستم و با برنامه دیگری از مجموعه همصدایی به اتفاق همکارانم در بخش فنی تلویزیون در خدمت شما بینندگان عزیز. امروز مقاله ای رو میخوندم از یک نویسنده مشهور دور از وطن اهل شیلی که تبعید شده بود از شیلی در دوران پینوشه. عجیب بود. این نویسنده جزء اون به هر حال خوش شانسایی بود که در دوران تبعیدش، در دوران مهاجرتش، در دوران فرارش به یک کشور دیگه به دلیل تخصصش به عنوان یک پزشک جراح توانسته بود حتی زندگی خیلی بهتری رو برای خودش تدارک ببینه. خانه بزرگتر، پول بیشتر و امکانات فوق‌العاده زیادتر. اما با همه موفقیت‌ها که در کشور میهمان یا وطن دومش به هر حال به دست آورده بود، وطن اصلیش دست از سرش بر نمی داشت. وقتی وضع این نویسنده رو با وضع خودمون مقایسه کردم، دیدم برای بسیاری از ما ایرانی ها صدق میکنه. ما اغلب در جامعه هایی که به عنوان مهاجر یا خود تبعیدی یا تبعیدی یا فراری پذیرفته شدیم، به هر حال بسته به شرایط اون جامعه بعد از چند سالی توانستیم بر مشکلات فائق بیاییم و برای خودمون زندگی رو بسازیم دوباره. و چه بسا این زندگی از زندگی مادی که در سرزمین مادری خودمون داشتیم به مراتب بهتره، از آرامش بیشتری هم برخوردار هستیم، در پناه قوانین کشورهایی که ما رو به عنوان مهاجر و یا مهمان پذیرفتند داریم زندگی آسوده ای رو میکنیم و از تمام مواهبی که در به وجود آوردنش هیچ نقشی نداشتیم مگر اون چند سالی که در اونجا پذیرفته شدیم داریم استفاده میکنیم، خودمون، خانوادهمون، فرزندانمون و همه دوستان و عزیزانمون. اما وقتی پای سرزمینمون ایران به میان میاد، برای بسیاری از ماها که این شانس رو نداریم به کشورمون برگردیم، یاد ایران همراه با آه است و افسوس و یه نوع دلمردگی و
به هر حال دلتنگی، یاد اون خیابون ها میفتیم، یاد ترافیک، حتی برای ترافیک سرزمینمون دلمون تنگ میشه. خیلی مسخره است نیست؟ ولی هست. نمیدونم چه رازی است در سرزمین اصلی، در سرزمین خودمون که ما رو به طرف اون میکشونه. آگاه هستیم که همه چیز در ایران عوض شده، آگاه هستیم ماها که سالهای طولانی است از سرزمینمون به دور هستیم، قاعدتا در همون بد و ورود برای هموطنانمون در داخل کشور بیگانه ایم. سعی میکنیم شبیه اونها باشیم، ولی اونها از طرز حرکت کردنمون، حرف زدنمون، راه رفتنمون تمایز ما را از خودشون تشخیص میدن. نه اینکه ما بهتریم، نه میفهمن ما به هر حال آب جای دیگه ای زیر پوستمون رفته و خیلی زود مچمون باز میشه. پرستی چه کار باید کرد؟ باید در آرزوی دیدار وطن ماند و مرد؟ بسیار داشتیم شخصیت هایی که در این آرزو ماندند و مردند و دنیای ما رو ترک کردند، ولی بسیاری از ما هنوز امیدواریم که روزی به سرزمینمون برگردیم. اگر برگردیم چه اتفاقی میفته؟ خوشحال میشیم یا دچار شوک میشیم؟ نمیدونم. من هنوز هیچ پاسخی برای این سوال پیدا نکردم. فکر میکنم که دلم میخواد به سرزمینم برگردم و قبل از پایان عمرم شانس دیدار مجدد همه زیبایی های اون رو داشته باشم. اما آیا زیبایی های سرزمینم هم با مهاجری که سالهای طولانی از اون سرزمین به دنیا به دور افتاده احساس غریبگی نمی کنن؟ آیا دماوند، آیا کوههای زاگرس، آیا خلیج فارس، آیا دریای مازندران، آیا جنگل های گیلان و مازندران، اگر چیزی ازشون باقی مونده باشه، اونها به من و شما و به من نمیگن که مثل این که از خارج اومدی؟ نمیدونم، پاسخ این سوال رو ندارم. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. تو دلت بوسه میخواد من میدونم، اما لبت سر هر جمله دلش میخواد یه اما بذاره. شاید این عاشقی نمشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان گلی ناشناس. چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم، ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم،
چه خطرها کرده ای. ما برای جاودانه ماندن این عشق پا در خاموشی های ساحل میتپد در سینه هم دل تو می آیی میتراود عطر بوسه در گل سرخ لبانت میدرخشد دیدگانت چه زیبایی شهر این عاشقی ننشیند در سخن به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته بینندگان ارجمند، اجازه بدید که در این قسمت از برنامه ابتدا بریم به سایت اندیشه و با هم مروری داشته باشیم به روی آخرین خبرها در این سایت ما که من اینقدر بهش پوز میدم بقیرم پوز دادن داره، برای اینکه یک سایت کاملا فعال بروز هست. اخبار این سایت روزی یک بار و بعضی وقتا دو بار آپ تو دیت میشه و بروز در میاد. به هر حال تلفن های اصلی تلویزیون رو ملاحظه فرمایید، در قسمت بالا این صفحه قرار داده شده برای رفع نیاز شما اگر احتیاج داشتید، و مشخصات در ماهواره، طول موج تلویزیون، فرکانس تلویزیون و اطلاعات مورد نظر هم باز در بالا هست که هر روز ما تعدادی مراجعه کننده داریم این رو از ما میپرسند. اما برای آخرین خبرها دیگه لازم نیست حتی خود من جستجو کنم، چرا که سایت اندیشه این جستجو رو به جای من انجام میده و شما ملاحظه فرمایید که در واقع آخرین خبرها رو میتوانید در قسمت بالای سمت راست این سایت شما ببینید. اما بیان همه این خبرها یک خبر سیاسی نبود که امروز نظر من رو جلب کرد، یک خبر در مورد اینکه مجوز کار یک خودروی بدون راننده، یک اتومبیل تویوتا، برای اولین بار داده شد در ایالت نوادا و این اتومبیل تویوتا در واقع بدون راننده است، بدون نوشته بدون سرنشین، ولی من نمیدونم معنی اتومبیل بدون سرنشین یعنی چی. اتومبیلی است که احتیاج به راننده نداره، ولی متاسفانه مشخصات بیشتری در مورد این اتومبیل در اختیار نداریم. دنیای جالبی است، من فکر میکنم خیلی زودتر از اون چی که ما فکر بکنیم شاید وسایلی بهتر از اتومبیل پیدا بشه برای حمل و نقل ماها در 20 سال آینده، ولی به هر حال منتظر میشیم در روزهای آینده ببینیم در مورد اتومبیل بدون راننده چه مشخصات بیشتری در اختیارمون قرار میگیره و به دستمون میرسه. شما رو حتما مطلع میکنیم. در این حال روی سایت ما شما میتونید بعضی از برنامه‌های پرطرفدار هر هفته رو بتونید ببینید. این قسمت ها معمولا عوض میشه با برنامه‌های مختلف، ولی معمولا تعداد برنامه‌هایی که مراجعه بیشتری روی اینترنت داره اینها بیشتر میمونه روی صفحه سایت ما. بعد از مسئله سایت اجازه بدید
بپردازم به اینکه در برنامه امشب یک مصاحبه مهم دارم با یک شخصیت ارزنده و آگاه در مورد مسائل خاورمیانه، آقای دکتر انتصار، استاد علوم سیاسی دانشگاه آلاباما، که در برنامه ما حضور دارند و من از طریق اسکایپ با ایشون گفتگو میکنم. اما چون مولمه یا مصیبت اصلی ما مسئله نقض حقوق بشر در کشورمون هست و هر روز خبر اعدام میرسه یا اعدام‌های بیجا اتفاق میفته، اعدام‌های کاملا غیر عادلانه و وحشیانه اتفاق میفته در سرزمین ما، به خصوص برای کسانی که عقاید سیاسی دارند و مبارزین سیاسی هستند و از دیدگاه خودشون برای آزادی در کشور و آزادی مردم در سطح ملی و در سطح مناطق مختلف تلاش میکنند، اجازه بدید یه ویدیو کلیپ رو در این زمینه با هم نگاه کنیم، برگردیم و میهماندار استاد انتصار باشیم از دانشگاه آلاباما. دیوان عالی کشور در ایران حکم اعدام یک آموزگار کرد به نام فرزاد کمانگر و... یه مشکلاتی پیش اومده و مثل اینکه فرزاد رو جابجا کرده. منم امشب اخبار رو جابجا برسم رسید متفاولیت باید با وکیل اعتماد بگیریم با مرد شب شلاق شعر شکنجه این عنوانش شعرم که میخونم هر کجا برسدم خیلی مثلا یک پایین ده مهلت نمیدهم که مثل کبوتری در شرم صبح پر بکشاید. من عاقبت از اینجا خواهم رفت. یه مدتی که ما تو بند بودیم با فرزاد چند تا نامه نوشت و بیرون اومد و خیلی ها چاپش کردن. واقعا ما این نامه رو دست اولش رو میدیدیم و با هم صحبت کردیم. لطافت احساس و قلم فرزاد واقعا یک چیزی بود که کم نظیر. یکی از اسطوره های دوست داشتنی، یکی از کسانی که دوست داشت به مردمش کمک بکنه، یکی از کسایی که دوست داشت به کسایی کمک بکنه که محروم بودن از دسترسی به آموزش و اون آدم ها بچه‌ای بودن که میتونست آینده ساز یک منطقه از اون کشور باشن. در زندان بیزلاباد کرمانشاه بسیار کتکش زده بودن، شوک الکتریکی داده بودن بهش، فکش شکسته بودن، تمام دندانای بالاش خورد شده بود، تمام فک بالاش خورد شده، شوک الکتریکی داده بودن بهش که وقتی که نزدیکش میشدی دست میذاشتی تو پهلوش یه متر میپری. اصلا قابل باور نبود که فرزاد حکم اعدام داره و اینجوری پر روحی است و مرتب روحیه میداد به کسایی که دور و برش بودن. فرزاد رو در حد کشتن چندین بار و چند شهر شکنجه کرده بود. اصلا فرزاد میگفت اولی که من و علی رو گرفتم میگفت یه جای ما رو بردن دو نفری که میگفت نمیدونم کجا بود و میگفت 6-7 نفر فقط ما رو میزدن و اصلا هیچ سوالی هم نمیپرسید. من هم بندی فراد وکیلی بودم خودمون، بندی که ما بودیم آقای فراد وکیلی هم بود. اون روزی هم که بردن اعدام کنن ما مجبور واجبال بودیم تو محوطه بندمون که اسمش رو خوندن صداش کردم که بیاد اثر نگهبانی باش کن. من درخواست وکیل کردم که با یه سیلی خیلی محکم از طرف مامور اداره اطلاعات روبرو شدم که گفت وکیل کیه، وکیل میخوای چی کار، خودت وکیل خودتی که خودت باید از خودت دفاع کنی. بعد جلوی خونه یکی گفت آهای گلی رفتم بله من رو بازداشت کردم، من رو بردم گفتم یه بازجوی داری بیا پایین، من رو بردم پایین و شروع کردم به زدن به نفری خیلی وحشتناک زدن و شدید یه بیستون اعدامش میکرد. وقتی ما اینو شنیدیم روزی هیجا بود، وقتی اینو شنیدیم 25 جون پروندهش بررسی میشه و خودش بیستون اعدام میکرد اصلاح کردیم توی زندان مرکزی سرنگون حدود 45 نفر اصلاح کردیم. بازجوی من بعد یه
سه نفر بودن، یکی از ارومیه اومده بود، دوتاشون هم مهاباد بوده، تو مهاباد بودن. اتصال کردن تقریبا سه روز پیل کشید اتصال من. بعدا مره گفتن چرا این کار بکنی واسه چیه؟ منم گفتم که چیزه، من اینقدر مریض هستم و بخیه هم حالشون خونه کرده چرا؟ به مدت ایشون نمید، فقط شکنجه میگنی میکردن، از صورت به بالا، از صورت دیری میگردن. من به حبیب الله نکتو را آدم بزرگ من میگردن میشون، سمشونی شد، خوش بسیدیم به بیبار، سمشونی شد. ساعت ده صبح و ساعت نزدیک دو اینا فقط ضرب الشتم و بی‌احترامی بود، یعنی فوش ناموسی و ضرب الشتم و گد و دستمند و پابند و چشم بند و می‌آوردن تو تا منو می‌بردن می‌زدن. این ور امیر بابکری هستم، از سال 2007 آذر ماه 86 زندان بودم عضو سازمان حقوق بشر کردستان. مدت 11 سال معلم بودم، تو مدرسه بودم در حال درس گفتن. وقتی خارج می شدیم به اصطلاح ایرانی زنگ آخر که می رفتیم، دیگه ادی لباس شخصی و یعنی پاسدارهای محلی هستن، اومدن ما رو توی ماشین انداختن و دیگه بردند به اطلاعات سپاه. آویزان میکردن، از پشت دستان و زردری میبتبن و به اضافه زدن آب و تکاوینه هم که بود، ولی اصلشون آویزان کردن و به سر دستان. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. من که ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم. بینندگان ارجمند، بعد از تماشای این ویدیو کلیپ برگشتیم و همونطور که قبل از پخش این ویدیو خدمتون عرض کردم، در این دقایق من مهماندار آقای دکتر نادر انتصار، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه آلاباما هستم و با ایشون در مورد مسائل خاورمیانه صحبت میکنم. آقای دکتر انتصار سلام عرض کردم. سلام جناب فروزنده، امیدوارم حالتون خوب باشه. تشکر میکنم از این پذیرفتید با همین گفتگو رو داشته باشیم. لطف کردید. آقای دکتر انتصار، ممکنه به من بفرمایید که الان مهمترین مسائلی که ما در خاورمیانه بعد از مسئله اعراب و اسرائیل که یک مسئله طولانی تاریخی است باهاش مواجه هستیم چه مسائلی هست؟ عمده ترین مسائل سیاسی امروز خاورمیانه. یکیش مسئله امنیت در خلیج فارس و توازن قوا به طور کلی در خلیج فارس. خلیج فارس الان در یکی از بحرانی ترین دوران عمرش رو میگذرونه. برای اینکه کشورهای خلیج فارس الان هر کدوم سعی دارن که جای خودشونو به نحوی در این محیط جدید درست کنن که بتونن جای برجسته داشته باشن. برجسته منظورم به این نحویه که بتونن بر کشورهای دیگه بتونن فشار بذارن. عربستان میبینیم الان داره این کارو میکنه، ایران مدتی این کارو داره میکنه، حتی کشورهای کوچک خلیج فارس مثل امارات عربی و غیره هم به قول معروف دارن به عنوان یک مشتباز سنگین وزن، گرچه وزنشون کمه ولی میخوان به عنوان یک مشتباز سنگین وزن در سیاست خلیج فارس بازی کنن و این یه مسئله بسیار خطرناکه و به خصوص در چارچوب خرید اسلحه که بسیار سرسام‌آوره. مثلا در سال گذشته امارات متحده عربی سومین خریدار اسلحه در دنیا بوده. شما توجه کنید مثلا یک کشوری که به طور کلی کمی از 1 میلیون خورده جمعیت داره از نظر خرید اسلحه در مرحله سوم دنیا قرار گرفته و به صورت یک این منطقه خلیج فارس یک
یک منبع باروتی شده که فقط یه جرقه میخواد که اینو بهتر کنه. به نظر من این یک مسئله بسیار مهمیه. در حال حتی اگر موضوع مسئله چیز ایران رو که سایه اتمی ایران رو کنار بذاریم، این خود به خود این خرید سرسام آور اسلحه بیشتر توسط کشورهای عربی خلیج فارس، حتی کشورهای خیلی کوچک خلیج فارس، به نظر من در آینده نزدیکی یک منبع باروتی رو درست میکنه اونجا که اگر منفجر بشه جلوگیری از اون اثرات اون انفجار خیلی مشکل خواهد بود. این یکی اینه. مسئله دیگه مسئله دموکراسی است به طور کلی که کشورهای خلیج، کشورهای خاورمیانه به طور کلی هنوز نتونستن، حتی کسانی که سکولار هستن و فرهنگ دموکراسی رو میخوان بیشتر ترویج بدن، اینا هنوز نتونستن تصمیم بگیرن که معنی دموکراسی در خاورمیانه یا در کشور خودشون یعنی چه. مثلا ببینید، ما الان در کشورهای خاورمیانه کشورهایی داریم که چند ملتی هستن. ما وقتی که در مورد این کشور چند ملیتی مثلا در مورد دموکراسی حرف میزنیم، همیشه روی ملت خودمون تمرکز داریم، یعنی روی بقیه زیاد تمرکز نداریم و کاری با اونا نداریم. یعنی فقط چیزی که اگه برای ما خوب باشه ما میگیم این دموکراسی شد، اگه برای ما خوب نبود میگیم این غیر دموکراسیه. تعبیر و تعریف دموکراسی به این ترتیب به نظر من یک چیز بسیار اشتباهیه و یکی از دلایلی است که ما یعنی مردم خاورمیانه هنوز نتونستیم این جنبش دموکراسی رو در کشورهای خودمون قوی کنیم و ریشه عمیقی بتونیم درش ایجاد کنیم. چیزی که مثلا اروپا الان قرن‌هاست، بیشتر از 600 سال این کار رو کرده، حتی کشورهای جهان سوم مثل کشورهای آمریکای لاتین باشه برخورد خیلی منطقی تری داشتن و حتی کشورهای آفریقایی، بعضی کشورهای آفریقایی که تا همین چند سال اخیر بدترین دیکتاتوری نظامی رو داشتن، الان تونستن یه مقدار پایه های دموکراسیشون رو قوی کنن، ولی ما نتونستیم اینو در خاورمیانه هنوز انجام بدیم. حتی این جریان های اخیر که در کشورهای عربی اتفاق افتاد که به عنوان بهار عرب اسمشو گذاشتن، اگه توجه بفرمایید مثلا لیبی جنبشی که در لیبی ایجاد شد بر ضد قذافی، اول روی این چارچوب دموکراسی بود، همه حرفشون این بود که میخوایم یه سیستم دموکراسی بذاریم، حق همه رو بتونیم داشته باشیم و غیره. الان توجه بفرمایید لیبی به چه کشوری تبدیل شده، یک کشور خانخانی، هر محله برای خودش یه قلدر درست شده که زندگی مردم اونجا خیلی بد کرده، از ترس عجیبی هست که مردم تو خیابون نمیتونن بدرن بدونی که یکی به اینا حمله کنه. مصر با وجودی که خب به هر حال پایه های سیستم دموکراسیش قوی تر البته، ولی هنوز ما نمیدونیم در مصر چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا یک سیستم بهتر از زمان سیستم آقای مبارک خواهد اومد یعنی که سیستم بدتر و دیکتاتوری دیگه خواهد اومد. بنابراین به طور کلی این موضوع دموکراسی و چگونه دموکراسی، فرهنگ دموکراسی رو در خاورمیانه ما بتونیم پیاده کنیم و بهش ریشه بدیم، یه مسئله دومی مسئله مهمی است که در خاورمیانه ما باش در این برخورد خواهیم داشت در سالهای آینده. سومین چیز مهم اینه که چگونه مسئله اقوام در خاورمیانه، چگونه مثلا در کشورهایی که چند ملیتی هستن ما بتونیم حق کشور تمام ملیت‌ها رو یکسان به عنوان شهروند اون کشورها نه تنها بشناسیم بلکه عمل بکنیم. شما الان این برنامه قبلا سوال و صحبت ما نشون میدادین خیلی واضحه که مثلا ما هنوز با وجودی که الان 2000 خورده ای سال هست در خود ایران ما اقوام مختلف هستن، ما هنوز
این مسئله رو باش در میون داریم که مثلا یه نفر رو بگیرن برای که مثلا مال این قومه یا اون قومه یا این کار کرده یا این حق رو خواسته و غیره، این در کشور خاورمیانه به طور کلی هنوز یه مسئله حل نشدنی است و این سومین مسئله مهمی است که میتونم در مورد جناب دکتر قبل از اینکه برسیم به باز کردن این سه مسئله، قبل از اون من به عنوان مدخلی برای ورود به بحث در مورد این سه مسئله، اخیراً میدونید که مسئله جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا مطرح شد و اعتراض امارات به سفر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی به اون منطقه. شما به این مطلب چگونه نگاه میکنید؟ آیا عرب متوجه شدند با توجه به ضعف جمهوری اسلامی زمینه دستاندازی به هر حال به ایران به هر شکلش به هر نقطهش که آرزوی دیرینه اونها هست زمینه عملیش فراهم شده، یا و شما فکر میکنید که یا این مسئله جدی خواهد شد یا اینکه نه و هر حال ایران قوی تر از اون هست که بازی رو به عرب در این زمینه ببازه؟ در کوتاه مدت من فکر نکنم این یه مسئله حادتری بشه. البته همونطور که میدونین این یه چیزیست که سالهاست بین عرب و ایران بوده، از همون زمان دهه 1970 این موضوع پیش اومده و شکی درش نیست که ما مدارک حقوقی هست که حتی خیلی واضح، حتی نمیخوایم بریم که تاریخش رو نگاه کنیم، همین در 30 سال اخیر رو نگاه کنیم، 30-35 سال اخیر رو نگاه کنیم، مدارکی امضا شده که حق ایران رو تا مقدار زیادی از نظر قانونی در مورد حاکمیت بر این جزایر شناخته و یه چیز خیلی مهمیه. ولی همونطور که شما گفتید با توجه به اینکه ایران الان در فشاره از هر نقطه مختلف داخل خارج و غیره، بعضی از کشورهای عربی دارن سعی میکنن که از به قول معروف از این آب گلالود ماهی بگیرن، اگر بتونن ضربه به ایران وارد کنن در این مورد خواهند کرد، ولی در مقطع کنونی اینا از ضعیفتر از اون هستن که بتونن با خودشون تنهایی بخوان چالش برای ایران در مورد این سه جزیره یا چیزهای دیگه مرزی، اختلافات مرزی دیگه ایران هنوز حل نشده هست با کشورهای منطقه، بتونن اینا رو مسائل مهمی درست کنن. ولی باید اینو ما در چارچوب فشارهای خارجی که روی ایران هست نگاه کنیم، یعنی اگه هرچه بیشتر ایران ایزوله‌تر بشه، منزوی‌تر بشه، فشار بیشتر روش بیاد، کشورهای منطقه به نظر من سعی میکنن که از این خلایی که ایجاد شده یک بهره بگیرن و اگه بتونن یک ذره چشمی از ایران بگیرن این کارو بتونن بکنن. ولی به نظر من در زمان کنونی با توجه به قدرت توازن قوا بین دو طرف از نظر مثلا نظامی این کار برای اونا ممکن نخواهد بود، ولی مسئله سیاسی است که همیشه دنبال خواهند کرد و شکی درش نیست. آقای دکتر انتصار، با توجه به تخصص شما در مورد مسائل منطقه و تسلط شما به این مسائل، ممکنه به من بفرمایید که به نظر شما آیا عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی عراقی یک پارچه باقی خواهد ماند یا نه ما مواجه با تجزیه عراق خواهیم بود؟ البته اگر منظور شما عراق یک پارچه این باشه که یک دولت مرکزی قوی که بتونه کنترل 100% روی تمام مناطق عراق داشته باشه به وجود بیاد، به نظر من این نخواهد شد، هنوزم نیست و در حقیقت دولت مرکزی چالش‌های خیلی زیادی رو
در پیش داره و به نظر نمیرسه که دولتی بتونه باشه که بتونه قدرت خودش رو در تمام سراسر عراق ایجاد کنه. مثلا شما این موضوع طارق الهاشمی رو نگاه کنین، معاون سابق رئیس جمهور عراق که دولت عراق اینو خواسته که محاکمه بشه و طارق الهاشمی اول رفت در اقلیم کردستان به اون پناهندگی دادن. اقلیم کردستان هم در حال جزء کشور عراق دیگه. دولت مرکزی نتونست از افرادی که در اقلیم کردستان هستن بخواد که آقای الهاشمی رو به اینا پس بده و بعد این رفت ترکیه، سازمان اینترپول پریروز یک حکمی صادر کرد برای این و این هنوز در ترکیه همون جای برای خودش میگرده و غیره. یعنی کنترلی که دولت عراق داره روی مسئله داخلی خودش به نظر من ضعیفتر خواهد شد در آینده نزدیک تا اینکه قویتر. آیا این بعد به تجزیه عراق منتهی خواهد شد یا نه؟ اون یه چیزی که ماید مسائل خاورمیانه، مسائل روابط بین الملل اینا تعیین خواهد کرد که آیا به هر حال عراق به صورت یک کشور یک پارچه میمونه یا نه. ولی اگرم به هر حال هر چیزی که در عراق اتفاق بیفته به طور کلی، شمال عراق، قسمت کردنشین عراق به طور کلی به نظر من یک نیمچه، به صورت یک نیمچه کشور، با منظورم از نیمچه کشور اینه که کشوری است، محله است که تمام خاصیت های یک کشور داره بدون اینکه شناخته شده باشه رسما از طریق سازمان های بین المللی یا کشور دیگه. شما الان در اقلیم کردستان تجربه فرمایید، ارتش خودش رو داره، پارلمان خودش رو داره، با کشورهای خارجی روابط داره به این ترتیب که قراردادهای نفتی امضا میکنه. یعنی کاملا خواص یک منطقه‌ای رو داره که یک کشور مستقله بدون اینکه مستقل شناخته بشه رسما. اگر شرایط ایجاد بکنه در آینده ممکنه استقلال اعلام بکنه، ولی در آینده نزدیک به نظر من این به نفع اقلیم کردستان نیست که رسما اعلام استقلال بکنه. یعنی استقلال داره بدون که استقلال رو رسما اعلام کرده باشه. بنابراین اینا چیزاییست که در به نظر من در مورد یک پارچگی عراق در دراز مدت جنبه های مثبتی نخواهد. آقای دکتر انتصار، با این ترتیب فقط اونچه که از اسباب استقلال کردستان عراق مفقود هست این است که زمینه برای به رسمیت شناخته شدن اون فراهم باشه بر اساس فرمایشات شما، درسته؟ بله بله. و اگر بفرمایید و اگر شرایط بین المللی ایجاب بکنه و اگر دولت خودمختار اقلیم کردستان اعلام موجودیت چه بخواد به عنوان یک کشور مستقل بکنه، گفتید به نفعش نیست. چرا به نفعش نیست؟ در مقطع کنونی به نفعش نیست، برای اینکه دو تا از همسایه قوی کردستان، ترکیه و ایران، با این عمل مخالفت خواهند کرد. این کشور اگر این منطقه اگر اعلام استقلال کنه، میدونید که منطقه است که احتیاج داره که برای رابطه با خارج از طریق کشورهای همسایه بره، خودش مرز با کشورهای خارجی نداره. بنابراین باید هم با ایران خوب باشه، هم با ترکیه یا حداقل با یکی از این دو کشور. و در مقطع کنونی نه ترکیه و نه ایران مایل هستن که همچین چیزی ایجاد بشه. ممکنه شرایطی ایجاد بشه که در آینده هر دو کشور قبول کنن که فرض کنیم یک کشور مستقل کردستان در شمال عراق درست بشه، ولی در مقطع کنونی این کار، این دو کشور باش مخالفت هستن. و اگر اقلیم کردستان، دولت اقلیم کردستان برای خودش بیاد یک سره اعلام استقلال کنه، 100%
هم ایران هم ترکیه یا یکی از این دو کشورها به خصوص ترکیه که خیلی حساسیت بیشتری داره اقدام خیلی سختی خواهد کرد و به ضرر کشور اقلیم کردستان خواهد شد. حتی ممکن هستن تمام چیزهای دولتی و شخص هم بپاشه و غیره. بنابراین از این طریق از این نظری که گفتم در حال حاضر بنفشه که استقلال اعلام نکنه، ولی در آینده اگر شرایط تغییر کرد ممکن این کار بکنه. تأثیر استقلال کردستان عراق بر روی سایر کشورهای که کردها در اون ساکن هستند، عمدتاً ایران و ترکیه، چه خواهد بود که مخالفت این کشورها رو بر خواهد انگیخت؟ تأثیرش واقعاً روی مردم کردستان ایران و مردم ترکیه چه خواهد بود؟ آیا وضعیت کردهای ترکیه مثل کردهای ایران، چه تمایزی بین کردهای ایران می شود قائل شد با کردهای ترکیه و کردهای عراق؟ خب یه مسئله موضوع تاریخیه. کردهای ایران خیلی سال هاست که جزء لاینفک کشور ایران بودن و به هر حال بافت سیاسی اینا، بافت اجتماعی اینا بهتر بگم، خیلی نزدیکتره با سایر اقوام ایران تا اینکه بافت کردهای عراق با اعراب عراق. کشور عراق به طور کلی همونطور که میدونین یک کشوری بود که در قرن بیستم درست شد، کشوری به نام عراق که این قسمت کردستان و شیعه نشین و سنی نشین با هم بودن چیزی نبوده که در تاریخ وجود داشته باشه. اینو در قرن بیستم درست کردن. بنابراین این سه گروه هیچ وقت با هم به طور طبیعی خوب نبودن، نه اینکه دشمن بودن و میخواستن همیشه با هم بجنگن، منظورم این نیست. منظورم اینه که به هر حال یک سه تیکه بودن که به نحوی به هم وصل داده شدن بدون اینکه رابطه ارگانیک با هم داشته باشن. ترکیه هم به همین نسبت، ترکیه به خصوص بعد از فروپاشی ترکیه عثمانی، سیستمی که درست شد روی این بنا بود که فقط کشور ترکیه، کشور مدرن ترکیه، کشور جدید ترکیه، کشور خواهد بود که برای ترک ها خواهد بود نه برای غیره. عثمانی، دولت عثمانی بود، سیستمی بود که تمام اقوام و غیره همه رو زیر پرچم خودش گرفته بود و بعدم اصلا پاشید. بنیانگذاران ترکیه نوین و ترکیه جدید این کشور روی این موضوع درست کردن که این یک کشوری باید باشه برای ترکا که دیگه اصلا نپاشه، بمونه همون. بنابراین از همون اول که این کشور ترکیه بعد از عثمانی، کشور جدید ترکیه درست شد، هر گونه اظهار نظر قومی، نژادی، مذهبی، چیزی که باعث میشد که در جامعه تفرقه ایجاد بشه، این کاملا کوبیده شد. نه تنها از نظر نظامی کوبیده شد، بلکه در قوانینی که در ترکیه تصویب شد اینجور کارها رو غیرقانونی اعلام کردن. مثلا میدونیم تا همین حدود 15-16 سال پیش اگر در روزنامه‌ای در کردستان جمله کرد نوشته میشد، نویسنده می به زندان میافتاد. یعنی شما نمیتونستین کلمه کرد رو استفاده کنین در ترکیه، یه چیز دیگه باید میگفتین، مثلا ترکان کوهنشین بیشتر چیزایی که استفاده میکردن که به ترکا، به کردا بگن. در ایران این مسائل نبوده، مسئله اسم کرد بود، همیشه بوده. کردا برای خودشون به هر حال زبانی بوده، همیشه بوده، با سالها حرف زده میشده و اگر تبعیض‌هایی بوده و سرکوبی‌هایی بوده تا مقدار زیادی اینا دلیلش نتیجه یا یک عکس العملی بوده که دولت‌های مرکزی داشتن و دولت‌های استبدادی داشتن. بنابراین فرقی بین از نظر تاریخی و اجتماعی فرقی بین کردهایی که در ایران هستن و کردهایی که در ترکیه و عراق و یا سوریه، اون سوریه هم مقدار زیادی کرد داره همونطور که میدونین داره. حالا اثر مثلا فرض کنین اگر یک دولت مستقلی
در شمال عراق به نام دولت کردستان ایجاد بشه که از طریق سازمان ملل به رسمیت شناخته بشه و کشورهای دیگه هم اینو بعداً به رسمیت بشناسن، چه اثری روی کردهای ایران و ترکیه خواهد داشت؟ حتی خب این یه مقدار مشکلی که از در زمان مقطع کنونی آدم پیش بینی کنه، ولی به طور کلی ما مثلا دیدیم که کشور مستقل آذربایجان درست شد بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. اون موقع یه عده میگفتن اگه یک کشور مستقلی به نام آذربایجان شناخته بشه، آذری‌های ایران هم شروع میکنن برای خودشون که میخوان برن اون طرف و اینا. دیدیم که اینطور نشده. دلیلش هم این بود که بافت جامعه آذربایجان ایران در خود ایران خیلی قوی تر بود. من فکر کنم تا مقداری هم این در مورد کردستان ایران صداقت داره. یعنی یه عده از کردستان ایران، یه بخشی از گروه هایی از کردستان در کردستان ایران در حال حاضر زندگی میکنن، ممکنه کوچ کنن برن در شمال عراق بمونن، ولی به طور کلی به نظر من این اثری که بعضی ها ترس ازش دارن که مثلا یه دولت مستقل در کردستان عراق ایجاد بشه یا از ترکیه به اصلا میپاشه یا ایران اصلا میپاشه، به نظر من این یه مقدار اغراق‌آمیز و قابل حل نیست، قابل چیز نیست که بتونیم با منطق اینو بتونیم ثابت کنیم. بنابراین فرق داره بین ترکیه الان مثلا در همین دولت کنونی ترکیه مقدار زیادی سرمایه‌گذاری عمده در شمال شرقی کردستان شده، در شمال شرقی ترکیه ببخشید، که محلی است که در کردها زیاد توش هستن و این تغییرات عمده‌ای در وضع اقتصادی کردها ایجاد شده. هنوز از نظر سیاسی تا مقدار زیادی تنگناهایی هست، ولی از نظر اقتصادی به هر حال ترکیه داره یک کشور پیشرفته‌ای میشه، خیلی از 30 سال پیش خیلی پیشرفته تر شده و اثر شما در همه جای کرد ترکیه خواهیم دید، به خصوص در کردستان، منطقه کردنشینای ترکیه. و به نظر من اگر این روال همینطور پیش بره و بیشتر جامعه کردنشین در ترکیه بتونن وضع اقتصادی خودشون رو بهبود ببخشن و به طور کلی با جامعه بزرگتر ترکیه بیشتر ادغام بشن، بنابراین اثر ایجاد یک دولت مستقل در کردستان و روی ترکیه هم به نظر من اون ترسی که ترک ها دارن یه مقدار زیادی اغرارآمیزه، اثرش اونقدر نخواهد بود. شما الان رابطه ترک بفهمید. مسئله دیگه ای که اشاره کردید در واقع کشورهایی با قومهای مختلف در داخل یک کشور. نمونه کامل این کشورها کشور خود ما هست که بله. تشکیل شده از کردها، عربها، بلوچها، ترکمنها، مازندرانی ها، گیلک ها و و و و و و و هر کدوم یا قومن یا گویش های متفاوت دارن و فرهنگ های خودشون رو دارن، اما یه پیوند تاریخی طولانی مثل یک ساروج اینها رو به کنار همدیگه تا حالا نگه داشته. با توجه به این وضعیتی که در منطقه هست و مصالح شاید قدرت های بزرگ جهان در از پیشا باور داشتن قدرت‌های منطقه‌ای یک پارچه شبیه ایران از طریق فکر کردن به تجزیه این کشور، چه عواملی می‌تواند این خطر رو از جانب کشور ما به طور کلی دور بکنه و اون پیوند ملی رو، اون چیزی رو که بین ما باید وجود داشته باشه برای اینکه کنار هم زندگی کنیم، تقویت می‌کنه؟ به هر حال اون ساروج، اون عامل پیوند ملی رو من دنبالش میگردم که چی باید باشه. آیا استبداد حکومت‌های مرکزی زمانش به پایان نرسیده؟ آیا دموکراسی، عدم تمرکز راه حل این ماجرا هست؟ بیشتر قدرت دادن به مردم در مناطق مختلف برای تصمیم گیری،
احترام گذاشتن و کوشش در توسعه فرهنگ هر استانی، هر منطقه‌ای، هر قوم و گروهی که در اون در داخل ایران زندگی میکنن، در واقع جامعه رو واقعا مثل یک قاب خاتم دیدن یا راه حل دیگری رو باید جستجو کرد. منتظر پاسخ شما میشیم تا بعد از پیام‌های بازرگانی شبکه جهانی اندیشه. هستم و افتخار دارم کرم‌های پوستی آیوما محصولی از فرانسه رو به شما معرفی کنم. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست شما را با دستگاه‌های پیشرفته بررسی و تعیین کیفیت می‌کند. آیوما اسکین ایمیجینگ پوست شما را همراه با 3 روز سمپل هدیه می‌دهد. آیوما منحصراً در ساکس 5th Avenue، بیورلی هیلز و نیویورک. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست محصولی از فرانسه، فقط در ساکس 5th Avenue. شرکت ترانه تقدیم میکنند. کی به نرخ دل من ناز نگاه تو میخره؟ دلپذیرترین ترانه ها با صدای وقتی که سعید محمدی. کی برات شونه میشه وقتی تو گریه میکنی؟ توی قحطی امید به کی تو تکیه میکنی؟ همیشه بی اون منم که پای تو از همه چی دل میکنم. اون منم که جون میدم به پا تو دم نمیزنم. تا ته قصه اش شونه به شونه هات میام. از تموم روزگار به زودی چیزی به جز تو نمیخوام. از قصه گوی عشق سعید محمدی. شرکت ترانه با افتخار ارائه میکنند سعید محمدی در آلبوم همیشه دیر. این آلبوم سال به زیدی در همه جمع همیشه دیر. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744. لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com. انتظارها به پایان رسید و رویاها به حقیقت پیوست. بار دیگر آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی با 48 سال سابقه درخشان، برگ برنده دیگری را رو می کند. تور بزرگ امریکا بدون واسطه و مستقیم از ایران، شامل اخذ ویزای 6 ماهه توریستی، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، تورهای تفریحی و ساحلی کنار دریا و دیدن شهرهای بزرگ امریکا، واشنگتن، نیویورک،
San Francisco, Las Vegas, Los Angeles و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا سرزمین فرصت‌های طلایی بیایید. تلفن‌های تماس 201-818-758-2626 و 201-818-802-2086. آژانس مسافرتی امیری. چنانچه در خصوص انتقال پول از ایران به آمریکا و قوانین جدید اوفک، همچنین قوانین جدید بعد از تحریم‌های اعمال شده بر ایران، علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر هستید، از شما دعوت می‌کنیم به سری برنامه‌های ایران محضر، دفتر خدمات حقوقی و مشاوره قضایی دکتر مهدی حائری، کارشناس قوانین ایران و آمریکا و مشاور امور اوفک توجه فرمایید. هر شنبه 12 ظهر به وقت لس آنجلس و هر یک شنبه 5 صبح به وقت لس آنجلس، 2 بعد از ظهر به وقت اروپا. بینندگان ارجمند، برگشتیم و در خدمت شما و جناب آقای دکتر نادر انتصار هستیم. تلفن تلویزیون رو هم روی صفحه گذاشتن تا بعد از توضیحات جناب دکتر انتصار در مورد سوالی که من حضورشون کردم، اگر مایل باشید زنگ بزنید. شما هم اگر پرسشی از دکتر انتصار دارید، اون پرسش ها رو مطرح بکنید. تلفن تلویزیون رو من نمیتونم ببینم، لطف کنید که کاری بکنید من بتونم ببینم و تلفن رو اعلام بکنم. تلفن 818، نه اینجور که اتفاق میفته نیست، لطفا روی کاغذ بنویسید و به من بدید. جناب دکتر انتصار، بنابراین ما آماده هستیم که پاسخ شما رو به پرسش خودم داشته باشیم. ایران یک کشور کثیرالقوم، اقوام زیادی در این کشور زندگی میکنن، زبان‌ها و گویش‌های مختلفی هست، پیوند تاریخی طولانی دارند. چه می‌شود کرد که این توطئه‌ها یا این گرایش‌های موجود جهانی به روی ایران کمتر اثر بگذاره؟ البته این سوال خیلی مهمی است که جواب ساده‌ای نداره به اون ترتیب، ولی به طور کلی هر شخصیتی، هر فردی که در یک کشوری زندگی می‌کنه، عاطفه‌هایی که در مورد اون کشور در طول عمرش ایجاد میکنه روی یه مقدار چیزهای اجتماعی است، یه مقدار روی مسائل فرهنگی است، یه مقدار روی مسائل تاریخی است. ولی اگر یک احساس به قول معروف در میان افراد نباشه که این کشور جزوی از ماست و ما جزوی از اون کشوریم، این احساس اگر در میان مردم یک کشور نباشه، هر کشوری، این رابطه های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی که وجود داره، اینها سست خواهد شد. و اگر اینها سست بشه، اون بافتی که این جامعه رو در سالها و قرنها با هم یک پارچه نگه داشته شل میشه. بنابراین مسئله مهمی که در مورد ایران حالا حرف شما داریم میزنیم هست اینه که همه مردم ایران از هر قومی، منطقه یا مذهبی هستند، باید احساس کنن که جزو لاینفک این خاک هستن. تمام حقوقهایی که همه مردم دارن، حقوقهای قانونی، حقوقهای اجتماعی و غیره، باید به طور یکسان در مورد تمام مردم باشه. اگر نباشه، شما خودتون رو به عنوان یک فرد دست دومی احساس میکنید. و اگر به عنوان یک فرد دست دومی در این مملکت خودتون احساس بکنین، اون بافتای اجتماعی و تاریخی و فرهنگی همه سست خواهد شد و خطر مهم خیلی زیادی خواهد داشت. از بیرون خیلی ها میتونن اگر بخوان از این
سوء استفاده کنن و باعث ناامنی و تجزیه یک کشوری بشن. ما باید و چگونه، حالا مثلا اینه که سوال اینه که چگونه مردم میتونن خودشون رو، مردم یک کشوری، مردم ایران میتونن خودشون رو به عنوان یک شخصی که تمام قوانین در مورد همه به یکسان اجرا میشه حساب کنن. این باید به بافت سیاسی یک کشور، یک رژیم که روی قانون هست نه روی حرف شخص یا میله گروه به خصوص و غیره. حتی اگر شما یه سوالی که کرده بودین این بود که تمرکزگرایی کم بشه، تمرکزگرایی یا غیر تمرکزگرایی، فدرالیسم اگر بخوام یه لغت دیگه در موردش استفاده کنیم، به طور کلی خود به خود هیچ چیزی رو دوا نخواهد کرد. اگر شما یه فدرالیسم داشته باشین در یه سیستمی که دموکراتیک نیست، فدرالیسم نمیاد حل مسائل رو بکنه. ما این فدرالیسم رو داشتیم در یوگسلاوی سابق، دیدیم چجوری نه تنها همه چیز برهم پاشید، خیلی به صورت خیلی خشنی هم برهم پاشید فدرالیسم. ما تا مقداری زیادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق داشتیم که هیچ کمک نکرد به یک پارچه نگه داشتن اون کشور. برای این فدرالیسم به طور کلی غیر تمرکزگرایی بدون با خودی خود نمیتونه باعث یک پارچگی یک کشوری که تعداد زیادی اقوام و ملل مختلف درش هستن باشه. باید این فدرالیسم، اگر فدرالیسم باشه، احتیاج نیست اون باشه، ولی اگر اون باشه باید 100% در یک سیستم کاملا دموکراتیک بر روی قوانین باشه تا بتونه این حس که من در موردش حرف زدم در میان مردم ایجاد کنه. و برحال جواب ساده‌ای که بتونم به سوال خیلی مهم و طولانی شما بدم اینه که قدم اول و مهمترین قدمی است که کشوری مثل ایران باید برداره در این مورد، اینه که برحال یک سیستم دموکراتیک، به منظورم سیستم دموکراتیک سیستمی است که روی قانون باشه. قانون باید از همه چیز مهمتر، قانونی که اجرا بشه، قانونی که در مورد تمام افراد اون جامعه به طور یکسان اجرا بشه. اگر این نباشه هیچ چیز دیگه ای نمیتونه، نه تاریخ میتونه، نه فرهنگ میتونه، نه روابط خانوادگی میتونه یک انسجامی رو که یک جامعه باید داشته باشه ایجاد کنه. متشکرم. بینندگان عزیز، با توجه به تغییراتی که در خطوط تلفنی تلویزیون اندیشه داده شده، اگر مایلید با استودیوی تلویزیون تماس بگیرید، باید با شماره تلفن 818-564-4278. تکرار میکنم، تلفن 818-564-4278 با ما تماس بگیرید و اگر پرسشی دارید از جناب آقای دکتر نادر انتصار، استاد علوم سیاسی دانشگاه آلاباما، می توانید اون رو مطرح بکنید. تا شما بینندگان عزیز بتونید که نظر خودتون رو مطرح بکنید و پرسش خودتون رو مطرح کنید، من اگر فرصت داشته باشم پرسش دیگری رو از خدمتتون مطرح میکنم و امیدوارم که بتونم پاسخش رو از جناب دکتر انتصار داشته باشم. جناب دکتر انتصار، سوال بعدی من از حضور شما این است که تا چه حد به نظر شما میرسه که قدرت‌های بزرگ، قبل از که پاسخ منو بدید اجازه بدید، چون این خطای ما خطای نامطمئن در این یکی دو روز تا این تغییرات انجام بشه، من این خط رو بگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، سلام عرض میکنم. سلام. خواستم با آقای فوزنده صحبت کنم. بله بفرمایید. آقای بفرمایید. الان رو خط هستم؟ بله شما رو خط هستید. جناب فروزنده سلام عرض میکنم. سلام. ببخشید، میخواستم از جناب دکتر انتصار سوال بکنم که الان با وضع نابسامانی که ما الان در کشور ایران داریم، که اینا واقعا از تمام قدرت نظامی، حالا خیلی مسائل دیگه که تحریم امریکا هستن، اینا به طور کل واقعا قدرتی اینو دارن که بتونن در برابر این همه انتظاراتی که هست، حالا یا کردستان یا بلوچستان و یا همین مسائل تنبه بزرگ تنبه کوچک و خیلی مسائل دیگه، واقعا وایسن
و بتونن جوابگو باشن، چون ما تحریم هم هستیم و اینا همه اثرگذار هست متاسفانه، و قدرتی هم که در ایران هست یه وضع بسیار آشفته رو دارن. خیلی متشکرم از لطفتون. خواهش میکنم آقای دکتر انتظار. بله، البته خب این چالش‌هایی که گفتن چالش‌های خیلی مهمیه، شکی در این نیست که ایران در حال حاضر اون ایران پرقدرتی که باید باشه در منطقه نیست، ولی با توجه به این که فرض کنین این تهدیدهایی که از خارج میشه در مورد فرض کنین این سه جزیره و غیره، اینا به هر حال مسائلی است که تمام مردم ایران روش یک احساساتی دارن و احساسات ناسیونالیستی و وطن پرستی به هر حال تا مقدار زیادی هست در ایران، و از این نظره که سیستم روی این حساب میکنه که به هر حال مردم در این موضوع باش هستن، ممکنه با چیزهای دیگه مخالفش باشن از نظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، ولی اگر ایران تهدید بشه از خارج به هر حال یه مقدار سیستم ناسیونالیستی هست که ما اینو در مورد جنگ ایران عراق دیدیم تا مقدار زیادی، حتی خلبانانی بودن که تو زندان بودن اینا رو آوردن بیرون، اینا رفتن تیارشون رو بلند کردن و رفتن جنگیدن برای ایران، و خب مشکل تر میکنه چالش هایی رو که ایران داره. 100% حرفی درش نیست که این با این فشارهای مختلف که از خارج و داخل و نظامی و اقتصادی و غیره رژیم بیشتر ضعیفتر میشه، ولی از یک نظر باید ما در چیز نگاه کنیم، به هر حال این چالشایی که مثلا امارات ایجاد میکنه، اینا امارات در حال حاضر کشور خیلی کوچولیه، همیشه هم کوچک خواهد بود، این از نظر سوال جیشی و از نظر قدرت، اینا هر چقدر هم بتونن تیاره بخرن، به هر حال آدم باید داشته باشن که این تیاره رو استفاده کنه، نظام باید داشته نظامی داشته باشن، ارتش بزرگی داشته باشن، از این نظر میگم که اینا تا مقدار زیادی در حتی در کوتاه مدت و دوره میانه از نظر نظامی چالش چندانی نمیتونن برای ایران ایجاد کنن، نه اگه قدرت‌های بزرگ بخوان حمله بکنن اون یه مسئله دیگه ای سرعته، ولی این چالش هایی که شما گفتین سه جزیره یا در بلوچستان مثلا تا با این قدرتی که در حال حاضر دولت داره اینا رو میتونه تا مقدار زیادی در مقابلش بیسته. آقای دکتر انتظار، بینندگان عزیز، تلفن تلویزیون هست 818-564-4278 818-564-4278 این تلفن جدید استودیوی تلویزیون هست که فعلا جانشین تلفن قبلی است. آقای دکتر انتصار، این زمزمه هایی که عمدتا در خارج از کشور هست در زمینه نیروهایی که طرفدار تشکیل کشور بزرگ کردستان هستند و حتی در مورد اعراب، در مورد عربستان ایران یک زمزمه هایی می کنند، در بلوچستان هم مسائلی رو مطرح می کنند، این تا چه حد قوی است و قابل جدی گرفتن؟ به نظر من این صحبت ها و این گروه ها قدرتشون بیشتر پایه‌شون در خارج ایرانه تا در خود داخل ایران. تا موقعی که پایه این جنبش ها در داخل ایران ضعیف باشه، به نظر من این تهدیدی حساب نخواهد شد، ولی اگر به نحوی بتونن اینا یه پایگاه در داخل درست کنن، فرض کنین یک هرج و مرجی بشه در ایران و اینا بتونن خودشون به هر حال یک پایه در داخل ایران درست کنن با کمک افراد خارج، خب به هر حال یک چالشی خواهد بود برای ایران، ولی در مقطع کنونی، در زمان کنونی، به نظر من گروهایی که شما اسم بردین و گروه های شبیه هم به طور کلی به عنوان یه چالش مهم برای سیستم ایران چیزهای خیلی کوچکی هستن. متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. الو؟ بله، تلفن های ما متاسفانه دچار مشکل هست و ارتباط ما با بینندگانمون برقرار نمیشه. امیدوارم که این مشکل هر چه زودتر حل بشه و اگر که هر چه زودتر از دست این مسئله خلاص بشیم. تلفن 818-564-4278. جناب دکتر انتصار، سوال بعدی من از حضورتون این هست که تجزیه ایران به نفع کی تمام خواهد شد؟ به نفع به طور کلی دشمنان ایران تمام خواهد شد، به نفع دشمنان منطقی ایران خواهد بود، به خصوص همسایگان جنوبی ایران که از این بهره خواهند برد به طور کلی. ولی فکر نکنم به طور کلی بتونیم برندگان دیگه ای رو در این چارچوب داشته باشیم به طور کلی، برای اینکه در هر جو مرج برنده و بازنده مرتب جاشون رو با هم عوض میکنن و در اگر در ایران مسائل ایجاد بشه و تجزیه بشه فرض کنین، این یک هرج و مرج بزرگ فقط در داخل ایران نخواهد بود، هرج و مرجی خواهد بود در منطقه و در این هرج و مرج‌های سیاسی معمولا برنده و بازنده به طور خیلی راحت نمیشه اینا رو چیز کنید. یکی ممکن شما فرض کنین در چند ماه برنده باشین ولی بعد بازنده باشین، اونی که بازنده بوده یا برنده باشه. ولی به طور کلی کشورهای همسایه ایران، به خصوص کشورهای جنوبی، همسایه جنوبی ایران، در کوتاه مدت اینا برنده اصلی خواهند بود، در دراز مدت اون جای خود دارند. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. عجیب صدا نمیاد. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بله جناب فروزنده. بله بفرمایید. سلام و درود جناب فروزنده. صحبت در تایید صحبت شما، حمله به ایران توسط امارات غیر ممکنه که به تنهایی، حتی با عربستان اگر همراه بشه باز هم نمیتونه کاری بکنه، ولی صحبت اینه که اگر موقعیتی پیش بیاد که در این موقعیت احتمالاً آمریکا و یا پس بخواد جنگی برپا کنه، از اون طریق بهانه‌ای میتونه باشه و مشکل همینه که اگر در این مذاکرات شکست بخوره و بعد احیاناً جمهوری خواهان هم در امریکا باشن، این خطر هست. عرضی ندارم. مرسی. آی دکتر انتظار؟ بله، منم حرفی رو که بیننده عزیز گفتن تایید میکنیم. در از نظر امارات و عربستان یا به طور کلی همه این کشورهای جنوبی خلیج فارس، اینا به تنهایی هیچ کدوم نمیتونن به ایران حمله موفقیت آمیزی داشته باشن. در زمان جنگ ایران و عراق همونطور که میدونیم قوی ترین کشور منطقه عراق بود و ایران در موقعیت بسیار ضعیفتری در اون موقع قرار داشت تا الان، و اون عراق نتونست جنگ رو ببره، حتی بازنده هم به اون ترتیب نبود ولی برنده هم نبود. بله، اگر این ممکنه یک جرقه باشه که بعد آمریکا اگر بخواد خودش داخل جنگ با ایران بکنه از این موضوع بتونه بهره بگیره، ولی به نظر من تا زمان کنونی آمریکا تا حالا سعی کرده خودش رو تا مقدار زیادی از این مناقشه‌ای که بین ایران و امارات هست دور نگه داره. اگر آمریکا یه دفعه بخواد به ایران فرض کنین حمله کنه، اون خیلی بهانه‌های دیگه‌ای داره
که بتونه روش استفاده کنه تا اینکه بخواد این موضوع جزایر رو بیاره رو کار رو بگه خب حالا موقعش اینه که به ایران حمله بکنیم برای اینکه ایران جزایری رو که امارات خواسته گرفته و اونا پس نمیده بنابراین ما باید بریم به ایران حمله کنیم که پس بگیریم. ایران و آمریکا متاسفانه در این 33 سال اخیر انقدر پایه دشمنیشون زیاده که آمریکا بخواد یه دفعه تصمیم بگیره به ایران حمله کنه خیلی چیزهای دیگه داره. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید. سلام علیکم. سلام قربان. بفرمایید. سوالی از آقای دکتر انتصار داشتم. سالها پیش نماینده امارات متحده در یکی از دانشگاه‌های آمریکا همکلاس من بود و ایشون تحقیقی کرده و راجع به این جزایر سگانه و گفته بود که یک خط میانه از دهانه تنگی هرمز تا تقریبا حدودای اروندود کشیده شده که این خط جزایر خلیج فارس رو به دو دسته جزایر فارسی و جزایر عربی تقسیم میکنه. در واقع اون چه که بالای این خط قرار میگیره جزایر فارسیه و اون چه که پایین این خط قرار میگیره جزایر عربیه و متاسفانه ایشون میگفتن که ابو موسی در پایین این خط قرار داره و با استناد به این مسئله روی هست میگفتن که جزیره ابو موسی متعلق به امارات است. مثلا میرم نظر دکتر راجع به این تحقیق و این مسئله چی هست از تلویزیون گوش میدم. مرسی بابا. متشکرم. آقای دکتر انتصار. بله این موضوع خط میانه حتی یک موضوع حقوقی است در قوانین بین‌المللی ولی این خط میانه و تقسیم مناطق آبی بین دو کشور بر طبق خط میانه روی دو کشور همسایه خواهد بود. یعنی فرض کنین مثلا ایران و عراق اگه بخوان تصمیم بگیرن که اروندرود کدوم قسمتش مال ایرانه کدوم قسمت مال عراقه میتونن این موضوع خط میانه رو به میان بکشن چنان که در زمان سلطنت پهلوی هم این موضوع کشیده شده بود و این در مورد دو کشور خط میانه در مورد کشور همسایه‌ای که از طریق یک رودخونه مثلا اینطوری یا دریاچه مانند اصلا جدا شدن صدق میکنه ولی در یک آب بین المللی مثل خلیج فارس اون مسئله خط میانه قابل اجرا نیست. چیزهای دیگه است، قراردادهای دیگه است غیره که مشخص میکنه که مثلا این قسمت مال کدوم کشوره اون قسمت مال اون کشوره و خط میانه در مورد خلیج فارس قابل اجرا نیست. خلیج فارس یک آب بین المللی است نه رودخونه ای که دو کشور رو از هم جدا کرده. متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. درود بر شما. از ایران زنگ میزنم خدمتتون. درود بر آقای دکتر. بفرمایید. الو. متاسفانه از ایران قطع شد. بفرمایید. خواهش میکنم. جناب فروزنده با درود به مدیریت تلویزیون و مهمون گرامیتون آقای انتظار. سوال بعدی من اینه که این قدرتی که آقای پوتین دوباره به دست آوردن و به پادشاهی مافیایی خودشون رسیدن این الان چه وضعی در سیاست آینده آقای پوتین و ایران داره؟ خیلی متشکرم. مرسی. بفرمایید آقای دکتر. بله سیاست به طور کلی سیاست روسیه چه در زمان آقای مدودوف و چه زمان آقای پوتین بیشتر به نظر من یه سیاست فرصت طلبی است. اینها ایران رو به عنوان یه کارتی که در بازی سیاسی با آمریکا میکنن در نظر میگیرن. یعنی سعی میکنن تا اونجایی که بتونن از ایران از آمریکا بول بگیرن مسئله ایران جلو بکشن تا اونجایی که آمریکا بازی نخواهد کرد با روسیه اینا خودشونو با ایران نزدیکتر میکنن یا وانمود میکنن که با ایران نزدیک شدن یا از پشتیبانی میکنن از مواضع سیاسی ایران. به طور کلی روسیه چه در زمان آقای مدودوف چه در زمان آقای پوتین منطقه به استیل حکومت آقای مدودوف با آقای پوتین یه مقدار فرق داره.
ولی سیاست پایه سیاست روسیه در مورد ایران به نظر من متاسفانه سیاست فرصت طلبی است و ایران هم در زمان مقطع کنونی چاره‌ای نداره که خودش رو با این سیاست تطبیق بده، برای که به هر حال دشمن زیاد داره، رفیق خیلی کم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض کردم، بخواستم از جناب دکتر بپرسم که در این واقعیت زمانی که ایران تهدید میشه، ما به عنوان ایرانی‌ها که نگران مملکتمون هستیم چه توصیه‌ای برامون دارن، چیکار میتونیم بکنیم که جلوگیری بکنیم از حملات احتمالی آمریکا اسرائیل به ایران؟ بفرمایید. آیدید. بله، البته در ایرانیان برون مرزی به طور کلی ما البته تعدادمون کمه که بتونیم به عنوان وزنه سیاسی در آمریکا، من آمریکا رو میگم، حالا اروپا رو راجبش زیاد صحبت نمی کنم الان، ولی ایرانیانی که در آمریکا هستن، بزرگترین ایرانیان برون مرزی در خود آمریکا، ما تعدادمون اونقدر نیست. همین سرشماری اخیری که تو اخیراً شده بود تو آمریکا و نتایجش همین چند دو هفته پیش بیرون آمده بود، نشون میده که حدود 300,000 ببخشید ایرانی در آمریکا هست. البته خب بعضیا میگن این تعداد خیلی بیشتره، ولی خب الان ما باید روی آمار رسمی حرف بزنیم. مقدار قابل توجهی در همین جنوب کالیفرنیا هستن، به طور کلی در جای دیگه مقدار تو نیویورک و ایلینوی و ورا تکساس، ولی به طور کلی در سراسر آمریکا ما تعدادمون کمه. در سیاست در کسانی که اقوامایی که در میتونن به عنوان وزنه ای در سیاست آمریکا باشن، باید کسانی باشن که یا در پست‌های حساسی تونستن بگیرن در دولت آمریکا. ما که در به طور کلی در مورد ایرانیان اونطور نداریم، اون یک به جز یکی دو نفر، یا اینکه به طور خیلی زیادی در انتخابات شرکت کنن و بتونن نتایج انتخابات که تو آمریکا هست به خصوص در سطح فدرال روی اونا تاثیر بذارن، که ما به اون ترتیب در تا حالا نتونستیم، منظورم ایرانیان برون‌مرزی در آمریکا هست، نتونسته به اونطور وزنی رو ایجاد کنه. بنابراین جوابی که میخوام بدم به هموطن ما متاسفانه جواب خیلی زیاد مثبتی نیست. خیلی ما دیوارهای خیلی بلندی جلومون هست که مشکل روی این دیوارها بالا رفتن و اون طرف رفتنش وقت میخواد. چند نسل دیگه، حداقل دو سه نسل دیگه ایرانی باید اینجا متولد بشه، تربیت بشه، در جامعه آمریکا کاملا جذب بشه، به طور کامل، یعنی آمریکایی بشه به طور کلی، تا بتونه تأثیراتی داشته باشه. ما در حال حاضر متاسفانه میتونیم چیزهایی هست، می‌نویسیم، تومارایی هست داده میشه، این برابر امضا میکنیم، ولی در به نظر من به طور کلی ما اون وزنه رو نداریم هنوز. وزنه سیاسی رو ایرانیان برون مرزی، ایرانیانی که در آمریکا هستن، ما هنوز نداریم که بتونیم روی سیاست آمریکا تأثیر بذاریم مثل بقیه اقوامی که اینجا هستن. جناب دکتر انتظار، بسیار سپاسگزارم از وقتی که دادید و شرکتتون در برنامه. خیلی لطف کرد. خیلی متشکرم. به شما وقت بخیر میگم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. هر جا که هستید، لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار رو به کام خودتون بگردید. سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، آفتابو میکارم، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارم. توی کوهستون
سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان. یه جنگل ستاره داره